درود و عرض ادب و احترام. رسانه‌ای هستم از پرژن وارز جوایز پارسی در بخش بین المللی. امشب سری به شهر زیبای ونکوور میزنیم و میهمان امشبمون جناب امیر اسلامی هستند. ایشون دارای فوق لیسانس آهنگسازی هستند و قراره که گپ و گفت مفصلی داشته باشیم و بیشتر با ایشون آشنا بشیم. جناب اسلامی، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدید. قربان شما، خیلی ممنون خانم روز، متشکرم از دعوت من و امیدوارم که گپ و گفتی داشته باشیم که ببخشید مورد استفاده شنوندگان قرار بگیره. بسیار عالی، سپاسگزاریم از حضورتون. خب جناب اسلامی در کجای ایران به دنیا آمده؟ ممکنه در ارتباط با اون دوران کودکی برای ما بفرمایید لطفاً؟ بله خانم روز، من در 15 دی 1349 در اصفهان به دنیا آمدم، تو شهری که ناخودآگاه شما هنر میبینید، ابنیه تاریخی میبینید، صنایع دستی میبینید، آوازهای زیر پل خواجو رو میشنوید و موسیقی همینجوری به طور طبیعی در جریان. خب طبیعتا تو این فضا منم گرایش طبیعیم به سمت هنر بوده و من موسیقی رو از سن 15 سالگی شروع کردم با ساز نی، ابتدا با آقای مظفر معید، بعد آقای جلال قاضی و بعد از اونم وارد دانشگاه شدم و آقای عبدالنقی افشانی و محمد علی کیان نژاد ادامه دادم ساز نی. از 15 سالگی که ساز نی رو زدم فکر نمی کردم که این موسیقی رو ادامه بدم و چون که بزاف اینکه خیلی ساز سختی هست ساز نی و من مسیر سختی رو داشتم دنبال میکردم، فکر میکردم طبق معمول یه سال دو سالی ساز میزنم و رهاش میکنم، همجور که اتفاقا برادرانم موسیقی رو شروع کرده بودن قبل از من. برادر بزرگم تنبک میزد، برادر دوم سنتور میزد، ولی اونا رها کردن و من ادامه دادم و خلاصه مسیر ما رو تو موسیقی اوورد تا امروز. سال فکر میکنم مثلا هلوش 2 سال بود نی میزدم در سن 17 سالگی است که من اولین اجرامو داشتم در موزه هنرهای معاصر تهران به همراه یک گروهی بودیم از اصفهان که برای بزرگداشت نیمایوشیج کنسرت دادیم. اون سال فکر میکنم سال 66 یا 67 بود، شمسی خورشیدی، و خیلی تازه موسیقی تازه به جریان افتاده بود، یکی دو سالی بود تقریبا آزاد شده بود و خب کنسرت جالبی بود، خیلی هم با جمعیت زیادی روبرو شد. ما هم همه سنهای پایین بودیم، بچه های جوون بین مثلا 10 سال تا 17 سال و گروه های مختلف بودیم به سرپرستی آقای کیانی نژاد. اون موقع من یادمه که این کنسرت ها برگزار می شد و خیلی تجربه جالبی بود با عنوان اولین کنسرت. این مسیر ادامه پیدا کرد تا من سال 69 وارد دانشکده موسیقی شدم و لیسانس موسیقی گرفتم با ساز نی. بعد یکی دو سال آزاد بودم و ادامه تحصیل ندادم چون اصلا فوق لیسانس موسیقی نبود تو ایران و بعد تازه موسیقی فوق لیسانسش راه اندازی شد و من رفتم آهنگسازی خوندم، فوق لیسانس آهنگسازی هم گرفتم و عنوان هیئت علمی اونجا مشغول تدریس شدم و استخدام شدم. بعد 3 سال رئیس دپارتمان موسیقی ایرانی بودم تو دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، 2 سال معاون دانشکده موسیقی بودم و بعد از 12 سال کار در دانشکده موسیقی سال 2015 همه چیز رو رها کردم و به ونکوور اومدم. بسیار عالی، خب خسته نباشید. الان در ونکوور چه میکنید؟ در ونکوور وقتی رسیدم طبق معمول که همه کسایی که وارد کانادا میشن کارهای والنتیری میکنن، من 1 سال به طور والنتیر با رادیو کوآپ ونکوور کار میکردم و یه برنامه داشتم به اسم آرام جان که کارم معرفی شعر و موسیقی ایرانی بود و صدای خوانندگان خانوم ایرانی رو مرتبا پخش میکردم، با اجازه خودشون ازشون کار میگرفتم و پخش میکردم و کارم شده بود معرفی خوانندگان خانوم ایرانی در رادیو ونکوور که یه قدمی در این راه برداشته باشم چون واقعا شرایط سختی دارن خوانندگان خانوم تو ایران و
برای همین دوست داشتم که یه جوری کمک کنم. یک سال اونجا کار کردم به طور والنتیر و بعد دیگه شروع کردم به تدریس موسیقی. من یک گروه موسیقی ایرانی ثبت کردم اینجا به نام هزارآوا که 3 تا خواننده خانوم داره و بر اساس صدای این 3 تا خانوم من موسیقی های چند صدایی برای 3 تا خواننده نوشتم و یه آلبوم تولید کردیم به نام راز آواز هزار که اولین آلبوم این گروهه و این گروه خیلی موفق شده، تونسته جایزه های مختلفی بگیره، تو اجراهای مختلف حضور داشته باشه. همچنین با کمک دوستانم گروه کور ایرانیان ونکوور رو ثبت کردیم و راه اندازی کردیم 2016 که تا الان فعاله. بعد از 8 سال هنوز ما مرتبا کلاس داریم، کنسرت داریم، در حال حاضر 40 نفر عضو خواننده داره این گروه کور ایرانیان. باز با کمک دوستان انجمن موسیقی ایرانی بریتیش کلمبیا رو راه انداختیم که به صورت فعال هست و حدود 150 تا عضو داره، یعنی موزیسین های ایرانی که توی این استان هستن عضو این انجمن هستن. بعد نشر رومی رو من راه اندازی کردم که آثار خودم رو منتشر کنم، رومی ریکوردز. و اخیرا هم یک آنسامبل جدیدی من راه انداختم به اسم Multicultural Wind Ensemble که یه آنسامبلی هست شامل نی ایرانی، شاکوهاچی ژاپنی و 2 تا ساز چینی هست که به اضافه یک ساز پرکاشن ایرانی. ما 5 نفر اولین کارمون رو ضبط کردیم و به زودی آلبومش تولید میشه و یه آنسامبل و یه گروه خیلی ویژه و خاص هست. آه، بسیار عالی، بهتون تبریک میگم. از جناب مرسی، متشکرم. الیاس طغیانی تشکر میکنم که باعث آشنایی ما با شما شد، دوستانی با شما و ایشون. مجموعه ای از تجارب بسیار ارزشمند. اینجاست که جناب اسلامی مجموعه همانند حالا پرژن وار جواز پارسی واقعا همتا نداره به سبکی که داره فعالیت میکنه، چون بر پایه داوطلب و متخصصین تا به حال اداره شده. یعنی کاری که جوایز پارسی پرژن وارز میکنه واقعا دولت ها باید انجام بدن، ولی درست. چون یک مجموعه 100% مردمی و مستقل هستش، وقتی که من به عنوان حالا یک داوطلب و یک سرباز در این مجموعه تو این چند سال گذشته بودم و با گنجینه های همانند خودتون برخورد میکنم، آشنا میکنم، بیشتر جان میگیرم و به شما تبریک میگم. اتفاقی که الان در پرژن اوارد جوایز پارسی داره رقم زده میشه در بخش موسیقی، ما بعد از اینکه برنامه های فستیوال ایران رو در ماه مارس داشته باشیم در دنیای آنلاین در سطح وسیعی و همچنین در دنیای حضوری، ما در مورد کنفرانس سالانه موسیقی داریم صحبت میکنیم. بخوایم به کنفرانس موسیقی برسیم، همینجوری که در خدمت خودتون خواهیم بود که از شما دعوت شده برای سمینارهای تخصصی موسیقی در خدمتتون باشیم، صدها و هزاران سمینار موسیقی رو در سطح دانشی که شما دارید از دیگر اساتید توی ژانرهای مختلف، رشتههای مختلف موسیقی که من سوادشون ندارم بخوام صحبت کنم، میطلبه و بعد به کنفرانس موسیقی تبدیل میشه که سالانه است، هم در دنیای آنلاین و هم در دنیای حالا حضوری برای مثال، که امید بر این داریم چون نهایتا موزیسین ها باید اجراهای زنده ای رو داشته باشن. نظر شما در ارتباط با یک همچین حرکتی چی هستش، با توجه به اینی که شما در هیئت مشاورین و ادوایزری بورد دعوت هستید و مجموعه متعلق به خودتون؟ خواهش میکنم. خب اول که هر حرکتی برای معرفی هنر ایران بسیار با ارزشه و به خصوص که شما هیچ حمایت دولتی ندارین و دارین 100% با حمایت شخصی و واقعا داوطلبانه این کار رو پیش میبرین، بسیار با ارزشه و ما همه داریم تلاش میکنیم که به نوعی فرهنگ و هنر ایران رو معرفی کنیم. من اگر اینجا کنسرت میدم، موسیقی ایرانی کنسرت میدم، میخوام که این هنر رو به کانادایی‌ها بشناسم، به آدمایی که تو این کشور هستن، از کشورهای مختلف اینجا هستن، بشناسونم که فرهنگ و هنر ایران چیست و فقط مباحثی که از سیاست میشنوند و همش منفیه در مورد ایران نیست. بحث هنر و فرهنگ ایران از این بحث سیاستش جداست واقعا. بنابراین این کاری که شما دارید میکنید بسیار با ارزشه. من فکر میکنم بهترین کاری که میشه تو این زمینه کرد این که مباحث رو خیلی دستبندی کنیم،
یعنی مثلا تو همین شاخه موسیقی که من هستم میتونه موسیقی کلاسیک ایرانی باشه، موسیقی پاپ باشه، موسیقی جاز باشه، موسیقی فولک و محلی ایران باشه، موسیقی کودک باشه، موسیقی فیلم باشه. خیلی دستبندی های مختلف که موزیسین های ایرانی توش فعال هستن و دارن کار میکنن و تو اون دستبندی ها بتونیم آیتم بندی کنیم. من همیشه خودم چون علاوه بر آهنگسازی و نوازندگی ساز نی، شغلم معلمی هم هست و خیلی زیاد به معلمی علاقه دارم و تا حد زیادی معلم موفقی بودم از دید هنرجویانم حداقل. فکر میکنم که بخش آموزش تو هر کدوم از این دستبندی ها بسیار مهمه. من خودم شخصا سخنرانی که دارم روش برنامه‌ریزی میکنم و تحقیق میکنم آماده بشم، بحث آموزش موسیقی ایرانیه و کلا بحث آموزش موسیقی، حالا در ایران حالا و در همه جهان، ولی اختصاصا در ایران، که اساسا معلم، ویژگی های معلم خوب موسیقی چیست و چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چه شرایطی باید داشته باشه که ما بگیم این معلم خوبی است و کیفیت خوبی داره. بنابراین بخش آموزش به نظرم خیلی مهمه که توی این سمینارها در رأس و اولویت قرار. بسیار سپاسگزارم، ممنونم. اینجاست که کارگروه های موسیقی معنای جدی خودش رو پیدا میکنه، چون الان شما به یک موردی که آموزش هست اشاره فرمودید. خب بدون تردید اساتید دیگه ای هم ممکنه در همین ارتباط که همون ساختارهای اصلی همین جایزه و همین کارگروه های موسیقی و کنفرانس های موسیقی هست. ممنونم از نقطه نظرتون که دادید. من اگر بخوام از شما بپرسم که از پیشکسوتان خودتون به عنوان یک کسی که به هر حال استاد موسیقی بودید و یک همچین سابقه درخشانی رو دارید در دانشگاه ها، بخواید افرادی رو نام ببرید توی ذهنتون هست، کسانی که در موسیقی ایران زمین امضاشون باقی مونده در چند دهه گذشته یا 100 سال گذشته. من دو جور اینو مطرح میکنم. یکی کسایی که واقعا به قول شما امضاشون باقی مونده و مورد علاقه شخص من هستن، بله. صرفا از دید خودم، حالا یه نفر دیگه میتونه، افراد دیگه. من اول از همه، اولین اسمی که میاد تو ذهنم قمرالملوک وزیریه، خواننده زنی که علاوه بر اینکه صدای بی‌نظیری داره و واقعا هیچ کسی نتونسته هنوز مثل این خانم آواز بخونه، اولین زن شجاعی بوده که بدون حجاب میره رو صحنه و بی حجاب اولین بار کنسرت میده و اون ژاندارمری اون موقع ایشونو میگیرن، میبرن بازداشت میکنن، تعهد میگیرن ازش، ولی خیلی شجاعانه این مسیر رو ادامه میده و واقعا این سد رو باز میکنه برای زنها. اصلا زنها به سختی رو صحنه میرفتن، حالا چه برسه اینکه اصلا بی حجاب باشن 120 سال پیش، و واقعا خیلی شجاعانه این مسیر رو طی کرد. بعد از قمرالملوک وزیری، بزرگترین استاد نینوازی که به خاطر سازی که من دارم، استاد حسن کسایی که استاد نینواز بزرگی است و اهل اصفهان و همشهری منم بودن، بعد استاد جلیل شهناز، استاد بزرگ تارنوازی، و استاد محمدرضا شجریان، استاد بیبدیل آواز، و استاد پرویز مشکاتیان، استاد بی‌نظیر سنتور نوازی، استاد محمدرضا لطفی، استاد بی‌نظیر تار و ستار، استاد حسین علیزاده و استاد کیهان کلهر. اینا کسایی هستن که از نظر من بی‌نظیرن و تو ذهن من همیشه در تاپ ترین لول قرار دارن. اما یک جایگاه دیگه وجود داره که معلمین من هستن و اون معلمین من دوست دارم که اسمشون اینجا برده بشه. من همونجوری که اول صحبت گفتم 4 تا معلم نی داشتم: آقای مظفر معیل، آقای جلال غازی، آقای عبدالنقی افشانی و آقای محمد علی کیان نژاد، که همشون بهترین بودن و واقعا من درس های زیادی از این عزیزان گرفتم. اما در مسیر آهنگسازی، استاد شریف لطفی که 25 سال ریاست دانشکده موسیقی رو داشتن، یکی از بهترین استادان ما بودن و واقعا تفکر معلمی و چگونه معلم بودن و ایشون به همه دانشجو یاد میدادن. همچنین استاد احمد پژمان که استاد آهنگسازی من هستند و الان 88 سالشونه و سالم و سلامت که انشالله تا 120 سال باشن در لس آنجلس هستند، که من پیشنهادم اینه که شما یکی از مصاحبه هاتون حتما با استاد احمد پشمان باشه و یکی از مصاحبه هاتون حتما با استاد شریف لطفی باشه، که اینا واقعا از کسایی بودن که در زمینه آموزش و تربیت خیلی نقش بزرگی دارن و اسمشون در تاریخ خواهد.
دوست داشتم از این عزیزان بگم. البته عزیزان دیگه هم هستن، آقای استاد کامبیز روشنروان استاد آهنگسازی من بودن، استاد حسین دهلوی، مرحوم حسین دهلوی که یادشون گرامی، استاد هوشنگ کامکار، استاد فرهاد فخردینی، اینا همه عزیزانی بودن که واقعا ما در خدمتشون بودیم تو دانشگاه و شانس اینو داشتیم که با این عزیزان تونستیم تحصیل کنیم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. این اسامی رو به هر حال، خب من چند دهه‌ای هستش که این طرف بودم، متاسفانه البته از دید من، ولی این اسامی رو توی 3 سال گذشته تک به تکشون رو شنیدم مکررن و مکررن، و چقدر عالیه که خوبان رو همگی به این زیبایی به زبان میارن. هر جا که هستن، کسانی که رفتن روحشون آرام، و کسانی که هستن عمرشون واقعا مستدام باشه این اساتید. من اگر بخوام بپرسم، استاد مرتضی حنانه، نظر شما؟ استاد مرتضی حنانه، من فکر کنم دانشجوی شاید ترم یک لیسانس بودم یا قبل از ترم یک لیسانس که فکر کنم ایشون درگذشتن. یعنی من اصلا تا اومدم وارد دنیای جدی موسیقی بشم متاسفانه ایشون رو از دست دادیم ما بسنم، ولی تأثیر موسیقی ایشون و توانایی ایشون روی نسل زیادی اصلا غیر قابل انکاره که ایشون آهنگساز بی‌نظیر قاب و آهنگسازی که علاوه بر توانایی آهنگسازی و آهنگساز خوب بودن، دارای تفکر و اندیشه خاص تو موسیقی و ارنجمنت و تنظیم موسیقی ایرانی برای ارکستر سمفونیک بودن. شاهکار بی‌نظیرشون موسیقی سریال هزار دستان ساخته علی حاتمی که موسیقی رو آقای مرتضی حنانه ساختن، موسیقی بی‌نظیری است و چه تنظیم زیبایی برای ارکستر کردن. ایشون تئوری خاصی دارن در زمینه هارمونی و چند صدایی موسیقی ایرانی، کتابای زیاد، یک چند کتاب نوشته شده و کتابها همه کتابایی هستن که واقعا مفیدن و سرنخهای مهمی رو به اهل تحقیق تو موسیقی ایرانی میدن. ما هر جایی که بخوایم که در زمینه موسیقی ایرانی قطعاتی رو آنالیز کنیم، بدون شک چند قطعه از استاد حنانه آنالیز میشه، چون ایشون از پیشروان و پیشکسوتان این مسیر بود. بسیار عالی، خیلی ممنونم. من هم همین رو میشنوم و میخوام بگم که ایشون کاندیدای چهره های ماندگار موسیقی ایران هستند در پرژن اوارز، که در سطح وسیعی حتما خود شما هم دعوت هستید که عالی. در این ارتباط هم شرکت کنید، هم عزیزان و دیگرانی رو که میشناسید در این ارتباط به هر حال سخنانی دارن بگن. ما خواهش میکنیم که حتما فراخوان آقای داده میشه و معرفی کنید. عذر میخوام، آقای شریف لطفی که من نامشون رو بردم و 25 سال رئیس دانشکده موسیقی بودن، ایشون شاگرد آقای مرتضی حنانه هستن. یعنی به نظرم بسیار کیس مناسبی هستن که حتما با ایشون مصاحبه داشته باشید، علاوه بر اینکه اصلا خدمات آموزشی ایشون رو بشنوین که چه زحمتی برای دانشکده موسیقی کشیدن. یعنی دانشکده موسیقی یک گروه موسیقی بود زیر نظر دانشگاه هنر با دو تا اتاق، وقتی ما رفتیم با دو تا اتاق داشتیم رشته موسیقی میخوند، ایشون تبدیلش کرد به یک دانشکده موسیقی با مقاطع مختلف، با گرایش های مختلف، یک ساختمان چند طبقه که تو هر اتاقش یه پیانو هست. یعنی واقعا شما نمیدونید چه مسیر عجیب و غریبی رو ایشون در این شرایط سخت ایران پیش برد که تونست موسیقی، تازه رشته ای که همه جوره زیر سوال، رو اینقدر با پشتوانه زیادی مطرحش کنه و یک تن جنگید. و به نظرم حتما با ایشون قراری برای صحبت بذارین که صحبت‌های بسیار شنیدنی خواهید. حتما میدونم که دوستانی، اساتید موسیقی دیگری با ایشون ارتباط گرفتن. سفیر عشق ما باشید و این ارتباط رو برقرار حتما کنید، چون واقعا حیفه که عزیزانمون که در قید حیات هستن و این همه زحمت کشیدن، ما تا در قید حیات هستن که امیدوارم عمرشون مستدام باشه، 120 سال ما ازشون نشنویم. خواهش میکنم همراه من باشید و این اتفاق رو حتما با رقم بزنید. کمال میل. من 2 نفر دیگرم نام میارم، چون این پروژه الان باز هستش. استاد بدیزاده، خیلی کوتاه اگر اینها رو برام بگید. آقای جواد بدیزاده، خب توی سبک خوانندگی و ملودی هایی که خوندن یک سبک خاص و ویژه داشتن و یک نسلی رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن، تا همین امروز هم آثارشون اجرا میشه و طرفدار داره. شاید نسل من خیلی
نسل من و بعد از من خیلی با موسیقیشون مرتبط نشدن چون جنس موسیقی و فضا متفاوت بود، ولی اینکه ایشون شجاعت داشتن که یک استراکچر و یک کاراکتر خاصی رو تو موسیقی دنبال میکردن به نظرم با ارزش بوده، یعنی تقلید بقیه نبوده و برای خودش یه استایل خاصی داشته و همین شده که تونسته مطرحش کنه و با هم ماندگارش کنه. بسیار عالی، ممنونم استاد تجویدی. استاد علی تجویدی یکی از سرآمدهای موسیقی ایران هستند. ایشون ملودی های بی نظیری ساختن که برای همیشه ماندگار میمونه و همه تا سالها و سال اجراش میکنن. شاگردان خیلی خوبی تربیت کردن. بسیار سخنور از استادی بودن و من چندین سخنرانیشون رو شرکت داشتم، شانس داشتم که شنیدم و چقدر زیبا و ادیبانه صحبت میکردن و به نظرم ایشون یکی از موثرترین موزیسین هایی هست که در موسیقی ایرانی تلاش کردن. بسیار عالی، این دو عزیز هم در بخش مفاخر کاندیدا شدن، با فرزندانشون برنامه هایی رو حتما در شاید آینده بعد از فستیوال ایران مارش در خدمت شما هستیم. استاد رشید وطن دوست، وطن دوست استاد شیر وطن دوست از خواننده های سبک کلاسیک غربی و همچنین آذری. ایشون در هر دو زمینه تخصص دارن و از خوانندگان خیلی خوبن. من سعادت همکاری باشون نداشتم ولی دورادور کاراشون رو زیاد شنیدم و میدونم که بسیار انسان شریف و محترمی هن و هر کی باشون کار کرده گفته که علاوه بر اینکه ایشون تخصص موسیقی خوبی دارن بسیار انسان خوبی بودن و همیشه اسمشون هست همینجا. بسیار عالی. آخری رو میپرسم چون خیلی زیادن، بعد میخوام چند تا سوال از خودتون بپرسم. پس استاد فرهنگ شریف، استاد فرهنگ شریف، خب ما در زمینه چارنوازی چند تا سرآمد داریم که هر کدومشون هم استایل و سبک خودشون دارن. استاد فرهنگ شریف یک شاخه بر خودشون دارن، استاد جلیل شهناز یک شاخه، استاد محمدرضا لطفی، استاد حسین علیزاده و حالا افراد دیگه هم هستن، من بیادبی نشه اگه اسمشون رو میگم. آقای فرهنگ شریف یکی از این اساتید بود که شاخه از تارنوازی رو بر خودشون داشتن که واقعا منحصر به فرد خودشون بود و پیروان زیادی هم داشتن و خب در مسیری که داشتن بسیار پرتلاش، مؤثر و در حقیقت نسلی رو به خودشون همراه کردن. بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم که محبت کردید، این توضیحات رو دادید، در واقع مهر تاییدی بر اتفاقهایی که در پرژن وارز داره زده میشه. اسامی عزیزی رو شما بردید از 120 سال پیش تا الان که در بخش بزرگ داشت ها، و حالا تمام این صحبت ها فقط کانتنت سازی جناب اسلامی اصلا نیستش. ما نهایتا میخوایم کنفرانس موسیقی رو بگذاریم، یعنی ریشه یابی کنیم، ساختارها تعریف بشه، چون ساختارها همانند گرمی تعریف شده، فقط باید توسط خود اساتید موسیقی، حالا ما فقط در بخش موسیقی صحبت میکنیم، ایرانیزش هم بکنیم، یعنی توسط خود شما عزیزان که با موسیقی ایران آشنا هستید بتونیم این اتفاق خوب رو رقم بزنیم. عزیزی رو نامش رو بردین، چون از استاد دیگری شنیدم در لس آنجلس، استاد احمد پشمان، بله بله، ایشون هم بدون هیچ تردیدی در بخش نکوداشتا و مفاخر ایران زمین. خوشحال میشیم که بتونیم برنامه های جامعی رو داشته باشیم، یعنی وقتی این صحبت به این شکل مطرح میشه توی ایونت های جوایز پارسی، صدها استاد موسیقی در مورد این عزیزان صحبت میکنن. ما این برنامه ها رو در بخش ادبیات و بخش های متعددی داشتیم. بر ترتیب ممنونم از این صحبت هایی کردیم، یعنی پاسخی که به من دادی سپاسگزارم. این روزها جناب اسلامی چه پروژه هایی رو در دست داره؟ ممکنه از گروه رقصی که درست میگم، اگر محبت کنید فقط منو پوزش میطلبم، نامش رو برام یک بار دیگه بگید بله حتما. که میدونم اجراهایی رو داشتید، بفرمایید. بله، یکی از جدیدترین اجراهای ما گروه نادالیلا هست. گروه نادالیلا توسط یک آقای به نام کورتیس اندروز که کانادایی هست ولی پشتوانه و خانواده هندی داره و مسلط بر موسیقی هندی هست تشکیل شده. این گروه روحیه مالتی کالچرال داره و نوازنده های این گروه از ملیت های مختلفن، چین، تایوان، ایران، هند، کانادا و خیلی گروه جالبیه.
با سازهای مختلف، ملیت‌های مختلف. ما تو این گروه موسیقی‌های خودمون رو می‌بریم، هر کس از ملیت خودش موسیقی خودش رو میاره و همه سعی می‌کنن که اون موسیقی رو اجرا کنن، هم از ملیت خودشون و فرهنگ خودشون بهش اد کنن، هم از اون موسیقی یاد بگیرن، از اون فرهنگ یاد بگیرن، و یک تبادل فرهنگی خیلی جالبی این وسط اتفاق می‌افته. پروژه اخیر ما باله رقص آخر بود که آهنگسازی من بود بر اساس داستانی که من نوشته بودم در رابطه با ممنوعیت رقص تو ایران، که این اثر با 3 تا رقصنده ایرانی، چینی و هندی اجرا میشه و چند تا اجرا ما داشتیم و دنبال این هستیم که اجراهای دیگه ای داشته باشیم. خیلی استقبال گرم میشد از این برنامه به خاطری که موضوعش هم موضوع رقصه و خیلی موضوع جالبی داره و در حقیقت بحث این ممنوعیت رقص تو ایران رو پیش میکشه. و این پروژه جدیدترین پروژه ما هست، با گروه کور ایرانیان ونکوور هم داریم آماده میشیم که یک اجرایی برای نوروز داشته باشیم، آثاری رو اجرا کنیم. از طرفی من با اون گروهی که توی صحبتام گفتم تشکیل دادم به نام مالتی کالچورال ویند انسمبل، که 5 نفر سازای بادی هستیم، با یک کوبه با اون داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای کنسرت. همچنین با گروه هزارآوا که گفتم خودم تشکیل دادم، 3 تا خواننده خانم داره، برای بهار یا تابستون داریم برنامه‌ریزی میکنیم که اجرا کنیم. چند تا اجرا در پیش رو داریم که امیدوارم که همش به صورت جدی و خوبی برنامه‌ریزی بشه و اجرا بشه. بسیار عالی، بی صبرانه منتظرم که بیشتر بشنوم و امید بر این دارم که روزی شاید در تورنتو یا نیویورک بتونم یه همچین برنامه رو خودم هم مشاهده کنم. یک اجرای نزدیک شما دارم در مونترال در 2 اپریل 2024 که اجرای بسیار جالبیه، اونم برای زنان ایران داره برگزار میشه، چند تا خانوم هستن که برگزار کردن، ولی من و هوشیار خیام به عنوان مهمان تو این کنسرت هستیم. دکتر هوشیار خیام پیانیست هست، ایشون هم در اتاوا زندگی میکنن و یکی از موزیسین های بسیار درجه یکن که شاید شما دوست داشته باشین با ایشون هم گپی بزنید در آینده. دکترای آهنگسازی دارن، دکترای رهبر ارکستر دارن، الان استاد دانشگاه هستن تو اتاوا و پیانیست بسیار خوبی هستن. ما یک آلبومی داشتیم به نام تمام تو یا All of You که نیو پیانوه و خیلی ترکیب عجیبیه از موسیقی ایرانی و موسیقی غربی کنار هم نشستیم و این رو ما قراره که بخشی از این آلبوم رو در 2 اپریل در مونتریال اجرا کنیم تو اون کنسرت. بسیار عالی، چقدر جالب. جناب اسلامی، نی و پیانو. بله. من خب حالا به خاطر مشغله هایی که خودم دارم شاید یه همچین افتخاری رو نداشتم که تلفیقی از این دو رو ببینم بشنوم. من حتما آلبوم هم برای شما میفرستم تو اسپاتیفای که شما بشنوین و نظرتون رو بگین، خوشحال میشم. بسیار عالی. یکی از اتفاقایی که خودم اینجا شاهدش بودم همین تلفیق موسیقی های ملل مختلف هستش که فکر میکنم که جذابیت بسیار زیادی رو داشته و حتی حالا توی جاهایی که به حال من رفتم یا اینکه شنیدم، هر اتفاقی که با این تلفیق های مختلف، حالا این تلفیق منظورمه، افتاده بیشتر جذاب بوده برای ملیت های دیگه یا برای خودم حتی، و این خیلی عالیه که شما دارین این کار رو انجام میدین. بهتون باز هم تبریک میگم، حتما استادی رو که نام بردید از اتاوا باز معرفی کنید که ما فقط، تمام داستان ما اینه که درسته که راه طولانی هست ولی ما بتونیم تا حد امکان در کنار همدیگه به این گنجینه های سرزمینمون، تو این سرزمین های سخت خصوصا که خارج از کشور هست، دسترسی داشته باشیم و بتونیم این خرد جمعی رو به وجود بیاریم. همه تفاوت هایی رو با هم دارن، خصوصا موسیقی یکی از، توی جوایز پارسی موسیقی یکی از حساس ترین پرحاشیه ترین اتفاقهایی بوده که ما هر دفعه اومدیم در موردش صحبت کنیم شاید هی خواسته به راه‌های مختلف بره، در مقایسه با ورزش، ادبیات، سینما حتی و هنرهای تجسمی. به خاطر همین واقعا حضور خود اساتید رو میطلبه. یه سوالی ازتون میکنم، تیم ورک در ایرانیان زیاد خوب معنی نشده، حالا دیگه این حرفای تکراری رو شاید همه ما همه جا میشنویم، چه باید بکنیم؟ برای مثال الان ما جناب اسلامی رو در ونکوور داریم با این نتورکی که به هر حال تو این همه سال زحمت کشید به وجود آوردید، من در تورنتو و نیویورک، حالا با جوایز پارسی ما در اقصی نقاط جهان هستیم.
چگونه بیایم تفاوت هامون رو کنار بگذاریم و از کارهای کوچیک کوچیک، گروه های کوچیک دست برداریم، منیت ها رو کنار بگذاریم و با هم کار کنیم. ما رقیب هم نیستیم، حالا تو هر رشته ای که بخوایم بریم، ما میتونیم یک رقابت سالمی رو با جهانیان و ملیت های دیگه داشته باشیم. هیچ ادوایسی دارید، توصیه ای دارید شما؟ من تجربه زیادی تو این زمینه دارم، به خاطر که ما گروه کار ایرانیان ونکوور رو سال 2016 اینجا رو انداختیم، همه به ما گفتن که شما چند ماه کار میکنین و تمام میشه. الان 8 ساله که این گروه هر چهارشنبه ساعت 6 و نیم تا 9 شب، 9 نیم شب تمرین داره و خیلی جالبه، فقط 4 جلسه در سال تعطیله، یه شب برای عید نوروز، یه شب برای کریسمس، 2 هفته تعطیلات تابستانی. 48 هفته 8 ساله که هر 48 هفته سال هفته در سال رو تمرین کردی به طور منظم بدن. حالا چی باعث این شده که این گروه سر جاش بمونه با اینکه الان 40 تا خواننده داره؟ ولی این به معنی نیست که این 40 تا از اول بودن. 1000 نفر اومدن تو این گروه و رفتن، اومدن، موندن، تغییر کردن، رفتن. به نظر مدیریت تنها چیزی که میتونه تیم کار تیمی و تیم ورک رو هدایت کنه و درست انجام بده، مدیریت، اون کسی که تو هد این کار تیمی هست. یعنی وقتی فوتبال ایران زمانی که موفق میشه، به خاطر اینکه یه مربی خارجی خوب میارن میذارن بالا سرش، اون تجربه داره، میدونه که چجوری باید اینا رو منیج کنه تا به جای خوب برسونه و هر کار. بنابراین اون در هد قرار میگیره و نقش هدایت این کار تیمی رو داره، باید تجربه داشته باشه، باید درایت داشته باشه و بدونه که چه جوری این گروه رو پیش ببره. همین پرژن اوارد شما واقعا اونایی که تو رأسن مهمترین نقش رو دارن، اونا باید بسیار درایت و تجربه داشته باشن که بتونن این تیم رو هدایت کنن، وگرنه همچنین که خودتون گفتین خطرناکه و از هم میپاشه و مسیر به راحتی خراب میشه. بنابراین تنها راهش اینه که اون تیم یا اون شخص یا اون تیمی که در رأس هستن بتونن تجربه خوبی داشته باشن و با درایت و سیاست خوبی این مسیر رو طی کنن. بسیار سپاسگزارم. خوشحالم که برای اولین بار شاید شخصی رو منتور خودم خطاب کردم و پدید آورنده جوایز پارسی هستن که هم با دنیای ایرانیان آشنا هستند و هم با دنیای گسترده تکنولوژی و نتورک هایی که به هر حال خودتون میبینید در سطح جهانی هستند و واقعا یک مدیر هستند و تا الان که خوب بوده، ولی مدیران بیشتری رو میطلبه، افراد جدیتری رو میطلبه توی بخش های خودش که بتونیم این اتفاق خوب رو رقم بزنیم. من بیش از این شما رو خسته نکنم، افتخاری بودش که در خدمتتون بودم. اگر که موردی هست، مطلبی هست، من باشم خدمتتون در انتهای مصاحبه. خواهش میکنم. من یک تجربه از بخش آهنگسازی میخواستم اضافه کنم. بله. من سال 2009 سه سال مدیر دپارتمان موسیقی ایرانی بودم تو دانشگاه هنر و خیلی سه سال خسته کننده و پرکاری بود. یعنی البته به شهادت دانشجو میگن بهترین سه سال دپارتمان موسیقی ایرانی همون سه سال بود که شما بودی، چون واقعا انرژی گذاشتم و واقعا خسته شدم و بیمار شدم مثلا بعد از سه سال. ولی خب چاره‌ای هم نبود، باید می بودم و فضای اون دانشکده موسیقی و دانشجوها رو تغییر میدادم، معلمای خوب، کلاسای منظم و بالاخره خیلی جون گرفت اون تو اون سه سال اون دانشکده. ولی وقتی که استعفا دادم بعد از سه سال و گفتم دیگه میخوام استراحت کنم بسمه، خیلی از آهنگسازی دور شده بودم و خیلی آتش آهنگسازی داشتم. بنابراین به طور اتفاقی یک مسابقه آهنگسازی دیدم که اصلا اهل مسابقه و رقابتم نبودم. یه مسابقه آهنگسازی دیدم در ایتالیا که نوشته که مثلا میتونین قطعه بدین برای تک خوان و ارکستر سمفونیک تا 10 دقیقه، هر چی آزاد، هر چی دوست دارین. خب من دیدم بد نیست، من یه ذره خودم محک بزنم و برای اولین بار یه کاری رو بفرستم برای این مسابقه. یک قطعه ای ساختم بر اساس شعر فردوسی که و برای تک خوان و ارکستر سمفونیک و 4 دقیقه هم بود. اصلا اینا میگفتن تا 10 دقیقه میتونه بشه، من قطعم 4 دقیقه بود. ولی انقدر انرژی داشتم و با عشق و انرژی این قطعه رو ساختم فرستادم که این انرژی باهاش همراه شد.
و توی مثلا جون مثلا 2009 بود دیدم یه بار تلفن خونمون زنگ خورد در تهران و یه خانومی داره انگلیسی صحبت میکنه، میگه من از مسابقه آهنگسازی بهتون زنگ میزنم، شما نفر اول مسابقه آهنگسازی شدین و خیلی بهتون تبریک میگم. مثلا من نمیفهمیدم چی میگه، گفتم میشه دوباره بگین چیه؟ گفت من همین مسابقه ای که شما قطعتون پارسی رو فرستادین، مگه پارسی قطعه شما نیست؟ گفتم چرا. گفت این اول شده. گفتم واقعا اول شده یا دارین شوخی میکنین؟ گفت نه اول شده و ما به زودی به شما یه ایمیل میزنیم و براتون بلیط هواپیما میفرستیم که بیان اینجا قطعتون اجرا میشه. و اون موقع مثلا 5000 یورو هم جایزش بود که برای من خیلی خوب بود، تو ایران بودم. به به، چقدر عالی. بعد گفتن که خواننده کارتون که، چون من یه دمویی هم ساخته بودم از شعر که خواننده خونده بود و فرستاده بودم که بشنون همراه با اسکوری کفر، گفتم خواننده من وحید تاج هست. گفتن خب پس ایشون هم ما دعوت میکنیم با همدیگه بیان. و من و وحید تاج رفتیم یه هفته بولونیا ایتالیا. این قطعه در 2 آگست 2009 در میدان بزرگ شهر بولونیا اجرا شد با ارکستر سمفونی. اصلا فیلم که فیلمش تو یوتیوب هم هست، بسیار تجربه بی‌نظیری بود برای من و یه جوری مسیر من به این دنیا باز شد. و من سال 2009 این جایزه گرفتم، سال 2012 تو استرالیا یک جایزه آهنگسازی گرفتم، سال 2014 تو هلند یک جایزه آهنگسازی گرفتم و سال 2012 همین مسابقه که من نفر اول شدم تو ایتالیا، من دعوت کرد به عنوان داور که من برم حالا داور باشم برای نظر بدم برای آثار دیگه، که خیلی تجربه جالبی بود در کنار داوران بین‌المللی. و این مسیر همچنان ادامه داره. من توی کانادام که هستم الان داور بخش کنیدین فولک میوزیک اوارد هستم هر سال و جز داورای این مسابقه هستم. همچنین من توی دانشگاه کپیلانو اینجا توی ونکوور شروع کردم درس میدم، هر ترم یه درسی رو به دانشجوهای جاز میدم که خیلی دانشجوهای جالبی هستن و موسیقی جاز شرایطی داره که حالا هواش به موسیقی ایران نزدیکه، به خاطر که بیشتر بر اساس بداهه نوازیه و فضای خوبی داره. این تجربه‌ای که من توی این مسیر آهنگسازی داشتم مدیون استادم احمد پژمان هستم، چون آقای پژمان همیشه به ما میگفتن که شما بهترین آهنگسازی غربی رو بکنین میشید مثلا نفر هزارم دست موتسارت، مثلا موتسارتی که شما کپیش کردین شدی نفر هزار. پس سعی کنین که یه چیزی از فرهنگ خودتون رو همیشه بیارین تو موسیقی ارکسترال و سمفونیکتون. بنابراین من تمام انرژیم و نیتم این بوده که همیشه موسیقی ایران رو توی کار سمفونیک و ارکسترال مطرح کنم. و وقتی هم که رفتم ایتالیا به رهبر ارکستری که کار من اجرا میکرد و اتفاقا جزو داورای مسابقه همون سالم هم بود، گفتم چرا قطعه من اول شد؟ گفت که فرهنگت، فرهنگ ایرانت تو موسیقیت معنا داره و نشون داده شده. موسیقیت هویت داره، ما دنبال هویت هستیم تو موسیقی ها، نه الزاماً تکنیک و خیلی یه چیز خارق‌العاده مثل مثلا بتهوون نوشتن فقط برام لایک نیست، چون نمیتونید بنویسید. ولی وقتی شما میتونید فرهنگتون رو در قالب یک زبان بین‌المللی مطرح کنین، این زبان قابل توجه میشه و جالب میشه برای همه مردم دنیا و جدیده، زبان جدیدیه که بهتون کمک میکنه. من خواستم اینو بگم که واقعا کسایی که این مصاحبه رو میشنن دقت کنن که از فرهنگ خودشون غافل نشن. شما اگر بتونید فرهنگ خودتون رو در یک بسته‌بندی استاندارد و خوب بین‌المللی مطرح کنین، همیشه شنونده دارید. همین کنسرت اخیر ما که باله رقص آخر من بود، نی در کنار سازهای ملیت‌های مختلف و سه تا رقصنده از ایران و هند و چین، یه فضای جدیدی رو مطرح میکنه که شنونده ایرانی من، شنونده هندی من، شنونده کانادایی، چینی، فرانسوی، هر کی بود تاثیرگذار بود براش و می اومده بودن، بسیار هیجان زده شده بودن از اینجور. به خاطر اینکه باید ارائه خوبی باشه و مبتنی بر فرهنگ باشه. این خیلی مهمه به نظر. درود بر شما، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. خب به یادگار باقی میمونه تاریخ نگاری تصویریه، ولی خب الان خیالم راحته که ما چون در سمینارهای تخصصی در خدمت شما هستیم، من اینجا تقصیر خدمت خوشحالم که میتونم نداشته باشم، چون این مبحث آخری که شما این پنجره رو باز کردید و در ارتباط با تمامی این افتخاراتی که کسب کردید برای ایران زمین و برای خودتون، من
ناراحت می شدم. بذارین راحت بگم که اگر به این اشاره نمی شد، و ممنونم از شما که این نکات رو فرمودید و بهش اشاره کردید. خب من پس الان از شما یه چند تا سوال دیگه می کنم. البته ما در سمینارهای تخصصی در خدمت شما هستیم و در سمینارهای تخصصی 1 تا 100 بیوگرافی شما، رزومه ارزشمند شما، خب حتما این هم بایگانی میشه و هم در موردش همگی ما صحبت خواهیم کرد. باز هم ممنونم شاخ گلی، البته تقدیم به شماست برای همه این زحماتی که کشیدید. ما جناب اسلامی رو در ونکوور داریم، استاد دانشگاه موسیقی هستند، تمامی این افتخارات رو کسب کردند. در مجموعه جوایز پارسی با ایشون اینترویوی رو دارن و به ایشون میگن که ما داریم در مورد گرمی برای ایرانیان صحبت میکنیم. ما داریم این مطلب رو زمان میذاریم 24 ساعت 7 روز هفته که به اساتید دانشگاه ایرانی جهان بگیم که قدم جلو بگذارید. گرانت هایی هست، فاند هایی هستش که متعلق به خود شما اساتید و دانشجویان ایرانیه. اینها تعریف شده به اندازه کافی. توی چند دهه گذشته فرزندان ما، دانشجویان ما، اساتید معتبر دانشگاه های ما که حالا چه ایران رو رها کردن، خارج شدن، اومدن، همین زحماتی که شما کشیدید، این منابع هستش. ملیت های دیگه دارن استفاده می کنن. و این رو باید اینجا بگم، از این تریبون استفاده می کنم که خودم در خدمت اساتید دانشگاه توی رشته های مختلف بودم که می گفتن گرانت ها تعریف شده، چون ایرانی ها نمی دونن چجوری باید اپلای کنن و بگیرن، کره ای ها دارن همون گرانت رو سالانه می گیرن، برای خودشون می گیرن. جناب اسلامی چه کنیم از کارشکنی ها و چه کنیم از اینی که شاید چگونه باید از مردم، از اساتید دعوت کنیم که قدم جلو بگذارید و به خیلی راحت به شما بگم به داد فرهنگ و موسیقی و هنر ایران زمین، ماهایی که خارج از کشوریم و این امکانات رو داریم، چگونه میتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم؟ چه باید بکنیم؟ یکی از کارهایی که میشه کرد، من اینجا به سهم خودم، چون من وارد این بحثای گرانت شدم و دارم برای کارم گرانت میگیرم، از دوروبر خودم، من همیشه اعتقاد دارم آموزش از دوروبر ما شروع میشه، نباید اول کار بزرگی کرد، حتما نباید دانشگاه زد. من میتونم آموزش موسیقی رو از دوروبر خودم، خانواده خودم، دوستانم شروع. برای گرانت ها من از بچه‌هایی که دوروبرم هستن دارم بهشون آموزش میدم، این گرانت هست، میتونی اینجوری اپلای کنی، باید اینجوری اپلای کنی، اگه سوال داری برو جلو، این مباحث هست، و کمک بهشون میکنم. به نظرم شما که در یک لول وسیع‌تر بزرگتری هستید، میتونید ورکشاپ هایی بذارید و اصلا اعلام کنید که در زوم ورکشاپ معرفی گرانت های آهنگسازی در تاریخ های فلان برگزار میشه. دوستان خیلی هم رایگانه، همه میتونن شرکت کنن. ما بهتون توضیح میدیم که این گرانت ها چیست، چجوری پیش ببرید، چجوری جواب بدید، چه چیزهایی رو باید جواب بدید که اصلا برای اونا قابل توجه باشه. مثلا یکی از چیزهایی که الان توی گرانت ها خیلی مهمه تو زمینه آهنگسازی، اینکه اتفاقا همین بحث فرهنگی که شما گفتین، یعنی این تقابل فرهنگی الان براشون مهمه، و شما اگر واقعا ایده هایی تو این زمینه دارین، میتونه گرانت های خوبی بهتون بدن. ولی وقتی که فقط میگین که نه من فقط میخوام رو موسیقی ایرانی کار کنم، خیلی براشون جالب نیست. من فقط میخوام رو موسیقی کانادایی کار کنم. نه، میگن الان کانادا مالتی کالچوراله، پر از فرهنگ، شما باید این فرهنگ ها رو به هم نزدیک کنید. پس ایده هاتون رو ببرید به این سمت و سعی کنید روی این ایده کار کنید. بنابراین ورکشاپ هایی میتونید بذارید که، و میتونیم هممون بذاریم که به صورت آنلاین و رایگان باشه و خیلی ها بیان استفاده کنند. موزیسین رو بسیار عالی، خیلی ممنونم. و من هم مثل شما فکر میکنم خب بدون تردید این بستر فراهمه. رزومه ای که ما داریم با هزاران هزار متخصصی که حضور پیدا کردن، جناب اسلامی، این بستر فراهمه، آماده است. ما وقتی که میخوایم بریم به دانشگاه تورنتو، دانشگاه کلمبیا، UCLA، دانشگاه ونکوور، بریتیش کلمبیا که شما حضور دارین، بچه ها میتونن، دانشجوها میتونن تک نفرن برن یا یه گروه کوچیکی بشن برن اپلای کنن. ولی وقتی یک رزومه به این شکل معتبر که من، حالا من که کسی نیستم ولی همگی ما با هم هستیم، وقتی اینو پرزنت کنن، خود شمایی که استاد دانشگاه هستید و منی که تکس پیرم توی این کشور،
چگونه ما میتونیم ازشون بخوایم و بچه ها رو ببینین، خود شما بهتر میدانید، بچه ها رو به گم به راه و بیراه هم میفرستن و بچه ها خسته میشن و دنبال نمی کنن. در یک همچین مجموعه فرهنگی که یک همچین رزومه ای داره به خاطر حضور خود شما عزیزان و کارهایی که ما کردیم، این بستر فراهم، امید بر این دارم در کارگروه هایی که خودتون فرمودید به خاطر تمامی این تجاربی که دارید ما همراه هم باشیم و این کار رو انجام بدیم من با کمال میل و در واقع جناب اسلامی رو کاپی پیست کنیم برای آلمان، برای اتریش، برای استرالیا، چون همین ساختار وقتی که در واقع به اجرا در بیاد در کانادا یا در امریکا، ما میتونیم همین رو به دست دیگران هم بسپریم و پروژه ها با نام خود اون اشخاص، موضوع ما نیستیم، با نام خود اون اشخاص یک تا صدش تعریف بشه و واقعا ما ببینیم که جامعه ایرانی ما هم در خارج از کشور همین رشد و پویایی رو مثل جوامع دیگه داره. من امید بر این دارم. خیلی متشکرم، صحبت با شما بسیار هست، افتخاری بود واقعا آشنایی با شما. تون. خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف کرد. سپاسگزارم. تا دیداری بعد از طرف خودم، از طرف شما، از مخاطبان جوایز پارسی خداحافظی میکنیم. تا دیداری بعد، بدرود. خوب باشید.